فیلم سینمایی فروشنده اثری موفق و پر افتخار از اصغر فرهادی که احتمالا همه شما با اون آشنا هستید. فروشنده درامی اجتماعی است که اختلافات زناشویی بدنه اصلی این فیلم رو تشکیل میده. فیلم از آپارتمان عماد با بازی شهاب حسینی و رعنا با بازی ترانه علی دوستی آغاز میشه. صحنه‌ای که به یک باره همه مجبور به ترک ساختمان میشن، چرا که خطر ریزش اون وجود داره. و در ادامه داستان شخصی رعنا رو مورد تعرض قرار میده و بعد از اون رعنا و عماد درگیر مسائل و تابوهای اجتماعی میشن. اما در تلاطم گرفتن انتقام و در معرض زخم زدن‌های جامعه سنتی قرار می‌گیره تا جایی که تصمیم می‌گیره خودش برای انتقام وارد عمل بشه تا کسی متوجه موضوع نشه و اصغر فرهادی موضوع رو از زوایای مختلف منطقی، احساسی و اجتماعی به زیبایی هرچه تمام به تصویر می‌کشه. ابتدا دید منطقی داستان شما رو متقاعد میکنه، اما در میانه داستان با استفاده از حرکات ماهرانه دوربین احساسات بر شما غلبه میکنه. لازم به ذکره که کارهای فرهادی بیشتر شبیه آهنگساز است و قصه ها مثل نوت های موسیقی دارای ریتم خاصی هستن. در فیلم های گذشته ایشون مثل رقص در غبار و درباره الی این ریتم کمی نوسان داشت و گاهی بسیار کند میشد، مثل اغلب فیلم های ایرانی. ولی در فیلم جدایی نادر از سیمین فیلم دارای سرعت زیادیه و به مخاطب مهلت استراحت نمیده. حتی حرکت های دوربین بسیار متفاوت و به نوعی سبک جدیدی رو در فیلم های ایرانی ابداع کرده، طوری که حتی کارگردان های زیادی تشویق به ساخت فیلم هایی با این سبک و سیاق هستن. تنها نقطه ضعف داستان رو میشه به کمرنگ شدن شخصیت رعنا در نیمه دوم داستان اشاره کرد، که البته با توجه به اینکه مخاطب فیلم در جامعه مردسالاره این امر منطقی به نظر میرسه. در مراسم اختتامیه جشنواره کن جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی رسید و شهاب حسینی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. فروشنده نماینده ایران در مراسم اسکار سال 2017 نیز هست. با امید به موفقیت‌های بیشتر اصغر فرهادی بریم و صحنه‌هایی از این فیلم رو در کنار هم تماشا کنیم.